با جیلویز دیگر هیچ ایرانی در خانه خود تنها نمی ماند. نام پر اعتبار جیلویز برنامه پرطرفدار هیست شیست را به شما ارائه می دهد. خب برمی گردیم با شما در ادامه برنامه و خیلی از شما عزیزان در انتظار این هستید که بخش مراسم کامل یاد بوده دوست عزیز بیژن پاکستان رو براتون پخش بکنیم اما مراسم کامل هنوز اونطور که باید شاید تدوین نشده برای همین بعد حتما اطلاع بهتون میدیم از قبل که چه زمانی تدوین به پایان میرسه ولی امروز بخش های مختلفش به صورت ویدیویی داریم براتون که یک محصری از کل این مراسم هست اول از همه یه سری عکسه که دوست و همکارمون آقای نوید سوهیدیان گرفته با همدیگه این موافق هستید عکسها رو نگاه کنید آرنولد شوارسنگر رو میبینیم که فرماندار یا استاندار کالیفرنیا هنرپیشه معروف بخش جالبی رو اجرا کرد بسیار زیبا و خیلی مورد توجه قرار گرفت اینجا مارتیک رو میبینیم که داره آهنگ مایوی رو میخونه در تصویر اگر برگردیم قبل در تصویری که ملاحظه میکنید جیمی دلشاد رو میبینیم که منقلب شده در کنارش خانم کرمانی هستن که منیجمنت خانم گوگوش گوگوش عزیز رو بینیم اونجا آقای آر که از دفتر کلانتری یا شریف دیپارتمنت لس خب میریم سراغ عکس بعدی عکس بعدی دنیلا پاکزاد هست که در رابطه با پدر صحبت میکنه به او تبریک میگه برای زندگی بسیار زیبا و پر افتخاری که داشته اینجا جیمی دلشاد شهردار خوب بیلی هیلز که یکی از کوچه های یا یکی از خیابان های رو شعر رو شهرداری تصمیم میگیره به نام بیژن بذاره و این رو نشون داده تا فرمانده خود سریعتر از من صحبت که حرکت میکنه امروز یا برگردی به قبل لطفا خب همیتونی که میبینیم داره این رو به پسر بیژن به نیکولس پاکساد یا نیکولس بیژن پاکساد هدیه میده و همونطور که ملاحظه میکنید این رو در واقع پرده برداری کرد و گفتش که یک خیابونی رو شهرداری تصمیم و ببینید خیلی کار سخت و مشکلی هستش الان تمام سیستم باید عوض بشه تمام زیب کودا همه این حرفا باید عوض بشه تا بخوایم این کار رو انجام بدیم حالا بینیم سراغ آقای اندی که با گروه کور گروه گاسپل آهنگ ستند بای می رو اجرا کرد با کیبورد اندی جی یا بخشید پیانوی اندی جی که اجرا کردش مارتیک هم همینطور بود او هم با اندی جی پیانو نواخت نوازنده پیانو بود براش بعد خوما سرشار عزیز جورنالیست و نویسنده که او هم در رابطه با تجربه های خودش از بیژن پاکستان سخن گفت و پس از اون اینجا ما البته به ترتیب نیستش خواستم اینم بگم شما بدونید حالا شورا آقداشتی رو روی صحنه میبینیم این عکس ها به ترتیب برود سالن نیست شورا آقداشتی رو روی صحنه میبینیم که اونیز در رابطه با اچیومنت ها و کارهایی که بیژن و افتخاراتی که اون به دست آورده صحبت کرد و بخشی دیگر ویدیوی بود از شهبان ایران فرای پهلوی که در رابطه با بیژن صحبت کرد و قمه از دست دادن او و اهمیت بیژن که از طریق ستلایت از فرانسه این تصویر رسید از کامیار روی صحنه قرار گرفت با نوازندگی پیانو که هم خودش نواخت و خودش خوند آهنگ لابوهم و آهنگ هلو از لاینر ریچی رو بریم بخش بعدی که نگاه میکنیم دوباره عکس دیگری است از آرنولد شوارتزنگر که داره صحبت میکنه و واقعا همه حاضرین در سالن رو جلب خودش کرده بود و سخنان بسیار زیبایی گفت از خاطراتش با بیژن و لباسهایی که بیژن برای او دوخته و آماده کرده و غیره و غیره حالا اینجا پاستر بنیهید رو میبینیم که ایشون هم روی صحنه قرار گرفت در پشت پودیوم و از آشناییش با بیژن گفت باز هم از لباس که بیژن برای او طراحی کرده و حرفایی که در رابطه با بیژن داشت و شخصیت بیژن که او سالها یکی از مشتریان خوب بیژن بوده اینجا چهره معروف جودیت هیل رو میبینیم که یکی از خاننده های معروفی هستش که این روزها همه دوارش صحبت میکنن جودیت هیل رو خیلی آشنایی دارن باهاش از اجراش در تور دیسیزت مایکل جکسون که روی صحنه با مایکل در اون فیلم هم اگه دیده باشید هنرنمایی میکنه و ایشون همون شخص هستش که در شب یاد مایکل جکسون هم جودیت روی صحنه رفت در استیپل سنتر و برنامه اجرا کرد که جودیت هیل هم با تصمیم خودش و با انتخاب خودش یکی از کسانی بودش که در وقتی بهش پیشنهاد دادیم او هم قبول کرد و دوست داشت که یکی از اجرا کننده ها و یا چهره ها خواننده های باشه که در اون شب برنامه اجرا میکنن آهنگ فلای رو اجرا کرد که بسیار هم زیبا بود عکس دیگری از جودیت هیل رو میبینیم که همتی که ملاحظه میکنید در این سالن بسیار پر جمعیتی که اونجا بود و همه حساب شده بودش و به خاطر حضور گاورنر شوارتنگر و تعدادی از شخصیت کشوری و سران کشوری و خانواده های اونها از جمله خانواده بوش که در اونجا حضور داشتند حالا که دیگه این مراسم انجام شده میتونیم عنوان بکنیم که دلیل انتخاب ها و دلیل کسانی که باید ایمیل فرستاده میشد و این مسئله انجام میشد که دلایل مهمش مسئله امنیتی بودش که براشون اهمیت داشت که چه کسانی دارن میان و با اسم, و اونها باشه و تا دقیقه آخرم برای خیلی ها مشخص نشد چه کسانی رو در این سالن می برایشون میشه دعوت فرستاد عکس دیگری است باز از خانم هما سرشار که این هم عکس زیبایی است از ایشون که در بک‌گراند بیژن عزیز رو میبینیم با اون لبخند بیلیون دلاریش و حالا باز عکس دیگری از اندی که اینجا بهتر میتونه این گروه کر رو نشون بده همینطور پیانو رو نشون بده و مردمی که دارن این آهنگ ستند بای میرو رو اجرا میکنه اکثر آهنگ که اجرا شد در اون شب به زبان انگلیسی بود غیر از ستار عزیز که او فارسی اجرا کرد اینم خود من هستم که در اینجا صحبت در رابطه با بیژن عزیز کردم و از تجربیاتم و چیزهایی که او از او آموختم صحبت کردم و سخن گفتم این همون عکس به صورت لانگ شاتی که میتونید ملاحظه بفرمایید عکس خب دیگری باز از بنده هستش مرسی از دوستان حالا اینجا جیمی دل رو میبینیم که این شهردار خوب لس آنجلس صحبت میگه در تصویر الان میتونیم چند تا چهره رو ببینیم از دست چپ پوگوش عزیز بعد خانم ندا کرمانی پشت سر احمد جدیری یکی از چرایی شناخته شده در بیزینس همینطور اونجا ما رامین پور رو میبینیم جوانترین خربان ایرانی که سوار بر هواپیمای 747 شد در سر بسیار جوانی و امروز هم یکی از بیزنس بسیار موفقه در کنارش هومن رو میبینیم کامران و دیگه که دیگه از همکارانشون در دور دستم خانم ما رو من الان دارم تو دستش میبینم و همینطور همسر آقای ستار رو